تنش بین صدا و سیما و وزارت ارشاد بر سر وی او دی ها حالا با یک طرح قابل تعامل در مجلس وارد فصل تازه‌ای شده. وی او دی ها شبکه هایی هستند که فیلم یا سریال مورد درخواست مخاطب رو در هر زمانی در اختیار اون قرار میدن. این شبکه ها در آغاز تا حدی به شکستن انحصار صدا و سیما کمک کرده بودند. تنش مورد اشاره با تصویب قانونی که صوت و تصویر فراگیر رو تحت کنترل صدا و سیما میدونست آغاز شد. تعریف صدا و سیما از صوت و تصویر فراگیر طوریه که تقریبا همه ی تولیدات فضای مجازی رو در بر میگیره. این سازمان آبان 98 به طور رسمی تایید کرد که اختیار صدور مجوز تولید آثار در وی او دی ها به اونها رسیده. در تنش اخیر بین صدا و سیما و ارشاد بسیاری از نمایندگان مجلس 11 هم طرف صدا و سیما رو گرفتن. 26 تن از این نمایندگان حالا طرحی رو تهیه کردن که سلطه صدا و سیما رو حتی از وضعیت فعلی هم گسترده تر میکنه. در این طرح صدور مجوز و نظارت بر فرایند تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بر عهده صدا و سیماست. از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفتگو محور و ترکیبی. به بیان دیگه تقریبا هیچ برنامه‌ای با این ساختارها در فضای مجازی بدون تایید صدا و سیما امکان تولید نداره. نکته قابل تأمل اینه که این طرح در واقع اصلاحاتی در متن قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاده. یعنی نمایندگان قصد دارن در قانونی که وظایف ارشاد رو تعیین میکنه این اختیارات گسترده رو به صدا و سیما بدن. در قانون اساسی هیچ کدوم از این موضوعات در زمره اختیارات صدا و سیما ذکر نشده. گفته میشه اگه این طرح تصویب بشه حدود 1600 نفر باید از خانه سینما اخراج بشن، چرا که مستندسازان و فعالان حوزه انیمیشن دیگه سینمایی تلقی نمیشن. اون چه مسلمه اینه که صدا و سیما و حامیانش به شدت در تلاشن تا همچنان بر انحصار این سازمان اضافه کنن.